درود بر همینان ارجمند شاهین نجات هستم در بیست و برنامه تحلیلی از جنبش رنسانس ایرانی و تاریخ معاصر ایران همراه با دوست گرامی شهران آریان از صفویه آغازی دیم و رسیدیم به نشست پیشین نشست بیستم که بیست مرداد و رویدادهای سالهای پس از اون رو تا حدوداً نخست الله علم بررسی کردیم فکر میکنم که یه مقداری اونجا باید مکس بکنیم یه مقدار صحبت گفته نشده هست که باید عنوان بشه چون به نوع این یک پیوستگی است در اون روندی که ما رو رسون به جایی که سال 57 قرار گرفتیم و امروز قرار داریم ما میخوایم ببینیم که در دهه سی و اول دهه چهل چه گذشت کشور چه وضعیتی داشت چرا آنگونه بود و بعد فکر میکنم برسیم که به حرکت های بسیار واپسمانده و ارتجایی مربوط به خوردار 42 هم حتما برسیم و در اون زمینه هم سخن رو خب رشته سخن رو من به شهرام گرامی میسپارم شهرام جان درود برکنم درود شاین جان درود بر بینندگان من یه راست برم سراغ شیر سکرین که ببینیم سفر رو مم. بله سفر الان دیده میشه نه آقای زاهدی بله 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 من بار پیش بسیار شتابان گذشتم البته خب بیچ ایبی هم نداره چون آدم میتونه بره سراغ مسائل مهمتر اونجا جزیاتی کار کنه ولی آدم میتونه در مورد هر کدوم از این نخواست هم بنز کافی مطلب بگه مثلا در مورد خود زاهدی که از چه دورانی گذشته بود از زمان رضاشاه هم هم رکاب بود با ایشون تو خیلی از نبردهای منطق منطقی و الاخر تا اینکه بیاد به اونجا برسه که کار به سرشت مورداد سی و برسه شاه از آغاز تغییرش میدونستش که زاهدی رو نمیتونه به عنوان یه نخست وزیری ازش بهره بگیره برای اون رفرمای بزرگی که میخواد انجام بده چون شاه از هنگام رفتن پدرش دقیقا میدونستش که رفرمایی که زمان پدرش در دست انجام بود اینا ناپایان مونده یعنی نافرجام مونده باید به همون اندازه اگه نه بیشتر دو برابر اون که اونجا شده دوباره فراتر رفت تا ایران به یه ساحل جا افتاده صنعتی و آرامش اجتماعی برسه که حالا پشتش دیگه میخوان مردم دیگه دموکراسی داشته باشن یا هر چی اینجا بسانه جوامع مدرن اروپایی زندگی کنن که او در نوجوانی اونجا مدرسه رفته بود و دیده بود که حال و هوا چطوره و اینو تاییدش از هنگامی که متفقین ایران رو گرفتن و پدرش رو به تبعید فرستاد میدونست اینو فقط منتظر بود که این فرایند آغاز بشه و اون دوازده سال که <applause> کارا خیلی با سرعت حل از اون جلو می رفت این اوایل که مشکل آذربایجان بوده بعد 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 بعدم که زمان ملی شدن نفت اومد که درگیری ها بالا گرفت و حزب توده نیرومند بود و مصدقم در حقیقت سر این مسائل گیر داده بود یا لج گرفته بود و ول نمی و یه احساسی هم مثلا به شاه دست داده بود که حتی اگه حتی مصدق پیروزم بشه حالت موجزوار و بتونه نفت و ملی کنه هم در پیامد اون ایران یه چیز بسیار محافظه کار اسلامی کلاسیک میمونه با یه سری ملاکی که چهار سال یه بار اینا نخ... مشا... تون تون تا زعوض میشدن سال به سال نخست وزیر میشن و در حقیقت زمان کشور به بیهودگی میگذره بنابراین پس از رفتن مصدق شاه در نظر داشت که خیلی خیلی بیشتر دست بیازه به داخل فرایند کار شاید از پیش از اونم در نظر داشت ولی هرچی که بود با اون دو سال مصدق بسیار تشدید شد که بسیار ترسش هم گرفته بود اونجا که اگه این خاور زمینیا ها که اینجوری همشون ماجراجو هستن هر بار بخوان سلطنت رو تا پای سقوط ببرن یا اینها و بخوان یه جمهوری مدل خودشون درست کنن یا هرچی که خودشون میخوان پیاده کنن این خودش میگفتش که نه باید دست بیازی و کار رو به یه جای برسونی بعد از ده، پونزده، بیست، بیست و پنج سال که بعد دیگه داستان خودکار کار کنه میشه گفت اونجوری که زبان ساده میگن خر از پل گذشته باشه و دیگه موقع کشور دیگه اصلا تو نیاز نداشته باشه خودش کار کنه و دیگه کشور کلاسیک بشه بنابراین پس از رفتن مصدق آشکار بود که با زاهدی نمیخواد این کار رو بکنه چون زاهدی روانشاد یه سپهباد کلاسیک بود میگم از زمان رضا شاه مونده ذهن این کار رو نداشت بدی به اون حالت نبود ولی شاه میدونستش که یه آدمی جوانتر پر از اندیشه نیازه تو سمت نخست وزیری که میخوای باهاش رفرمای بزرگ اجتماعی رو بکنی چیزی که در فضیلت هایی که در زاهدی فقط بود این بود که روی هم رفته آدم نسبتا وفاداری بود سنتی بود تا اندازه هم جای خودش رو ولی در مورد فضای اون موقع و اینی که ای مغز این خاور چقدر آشفته است من فقط یه نمونه میگم که خودش برای همه چی بسته هنگامی که ایشون نخواست شد چندین و چند بار از رؤسای اشایر حالا یه نمونهش بی، بیرون زد بعدا داستانش برآمد و چندین بودن باش تماس گرفته بودن که الان وقتشه که تو شاه بزنی کنار خودتو کنتو میگیرستید یعنی اینکه اولین فکری که به سر این خواهر زمینی ها میزنه خودش سایه بوده من هر روز نمیدونم تو مغز اینا چی میگذره ولی یه روزی اشارت خواهم فهمید که بعد حالا زایدی چون دست برورده زمان رضا شاه بود و آدم سنتی شاه دوست بود هی hey, باید جواب اینا رو میداد که نه من راهشی نیست راهشی نیستش که من خودم رئیس بشم تو رو بکنم معاون رئیس طایفه ولی میخواستم بگم می حالا هوای اون قدمام اینجوری بود اون قدم هم اینجوری بود که آدم خیلی خیلی سنتی بودن دیگه از این سیستم های ملاکی و اینا برآمده بودن و شما میدونست که با اون نسل که نمیشه اون، اونجا رو ساخت حالا بگذاریم آبشون توی جوب نرفت البته بخش بزرگش هم روی سوء تفاهم بود که زاهدی که پروتوکال های با شاه درست برآورده نکرده بود تو شاه این سوء تفاهم پدید ورده بود که این مثل اینکه واقعا سودایی یه چیزای فراتر رو داره چیزی مثلا مثل کودتا یا اینا رو خلاصه شاه راغب بود که ایشون بره اونم اون رفت و پس از اون گفتیم که شاه اون آه آه یار وفادار قدیمی دیگه دربار رو که البته یک کلاسیک نبود قبلش الا الو یادم مستقلی بود تو ذهنش که ولی از اون آذربایجانیای خیلی خیلی سنتی مبادی آداب منطقی چیز بود از اون کسایی که تو سلسله مراتب دنیا جای خودشون رو میشناسن بنابراین وقتی که یه بار این با خودش حل کرده بود که خب دودمان الان تغییر پیدا کرده و پهلوی اومدن میدونی که مخالف بود خودی کس کسی بود که سخنرانی کرده بود که ما نباید هر روز دودمان عوض کنیم اون موقعی که رضا شاه میخواست شاه بشه ولی پس از اینکه دیگه دودمان تغییر پیدا کرد پس از اون وضعیت نورو رو پذیرفت و دیگه فقط کوشش میکرد تو این سیستم نو خدمت کنه و آدم مستقلی هم بود یعنی نظرش هم به شاه میگفت نظرش هم به شاه میگفت ولی آدمی بود که تو مال مثلا وفاداری مدل این و اینا اون دیگه صد در صد بود یعنی 99 هم نبود نه. و تراژدی مال ایران هم این بود که این مدل آدما تو اقلیت محزن نه. یعنی این که باید تو،, تو, ده هزار تا بگردی که یه دونه پیدا کنی نه. اگه از اینا بیشتر بود اون کشور صد در صد به خیر میشد بر حال حالا من در مورد دوران نخواست وزیریش نمیخوام صحبت کنم خیلی اتفاقات مهمی نیفتاد این مسائل مذاکرات با آمریکایی‌ها پشت پرده در جریان بود که اگه بخوایم این رفرما رو انجام بدیم چه کار بکنیم چه کار نکنیم یکی از چیزهایی که خود علا دوست داشت یه قرارداد با روسا بود که آدمی خورده با اونام آرامش پیدا کنه همش در خطر درگیری نباشه از قدیم هم تجربیاتی در زمینه سیاست با روسیه داشت علاقه هایی اون پروژه رو جلو می برد پروژه عمرانی دیگه بالات طبیعی داشتن میرفتن جلو مذاکرات با آمریکایی هم در جریان بود ولی خود شاه میدونست هم که سنش بالا بود میدونستش که این فقط یه میانونده اه. که حالا زاهدی که اون قرار بوده که اون واکنش رو انجام بده نظامی رو که بزرشت مرداد بعد شاه البته میخواست ببینی که با زاهدی تو کجا میشه رفت بعد احساس کرد که نه خود سنتی اینا یکی دیگر رو میخوایم و هنگامی که داشتن آماده سازی میکردن این به عنوان میانوند اومد شاه بعد اون آزمایش رو کرد با آقای اقبال که گفتش که اه, ببینیم ایشون که درس خونده و کاملا فرنگیه این شاید بتونه مثلا سراغاز همین پروژه های رفرم و باشه چون دارم بسیار درس خونده بود پزشکی خوانده بود در فرانسه اگه اشتباه نکنم اه, بسیار خوبم خوانده بود به این حالت بود که بعدا حتی یه دوران کوتاهی هم اه, میان خدماتشون نه برو بیا حتی اونجا تدریسم کرده بود توی سوربن اگه اشتباه نکنم شاید شاید آدم سخت پوشی بود دکتر اقبال میدونم واسه, واسه همین روش حساب زیاد میکرد و تو دیدارای اول آخه ببین چند تا فاکتور بود یکی این بود که درسش که خوب خونده بود سخت کوشم که بود تو دیدارای اولی هم شام میدید که این آدمیه که مشکل ایجاد نمیکنه یعنی از اون سر سودای کودتای عجب و غریب و نمیدونم زور گفتن نداره ولی دیگه بعدن رفت که اون سر از اون قلام خانزاد در آورد یعنی من توی خاور زمینی ها باور کن آدم متعادل هنوز ندیدم میگم پس زمین میگم آدم درست آدم درست باشه دیگه همش مراتب چاکری رو به جا بیاره مثل اون فیلم های کومیدی قدیم میری که بود که وقتی میومد بگفت سلام هست میشد قربان سرش به میز میکوبید یعنی <تصفح> اگه <تصفح> آدم خوب <تصال> آدم خوبم باشه بعد یعنی اگه خوب باشه یه جوری بی من نمیدونم چرا اینا چرا خوباشون همه بی اونایی که یه مقدار شخصیت دارن دیگه گرگن میخوان چموشن میخوان بدرن همه چرا نابود کن تعادل نده روه یه آدمی که کارامت باشه و همزمان جای خودش رو بشناسه این تفلی ها اصلا ندارن <تصال> <تصال> ام خلاص اقبال اومد و بعد شاه روی خیلی حساب میکرد که میگفت تحصیل کرده است و جا افتاده است و وقتی هم میبینیش احساس نمیکنی که با یه گرگ در رنده سر این میتونه یه نخست وزیر فرنگی بشه و از ایشون خواهش کرد که همون مسئله تشکیل احزاب جلو برده بشه که دو تا حزب کشور داشته باشه که نمیتونن با هم رقابت کنن اون چیزی که شاه در نظر داشت که از, از آمریکا مخته بود یا کلا از برخی کشورهای فرنگی که دو تا حزب هستن هم رقابت میکنن امید داشت که ما دو تا حزب داشته باشیم اینا با هم رقابت میکنند و ما اولین انتخابات حالا یه خورده شوسته رفته هم داشته باشیم مثلا باز کنیم میخواید انتخابات سالم تر کنیم ببینیم چی میشه ولی سر از اون در آورد که اقبال خودش میخواست به شدت انتخابات رو کنترل کنه احتمالا حالا یا به رفقاش میخواست سمت رو پخش کنه یا خودش میخواست سوار بر کار بمونه یا آل هر چی که بوده قبل از اون که انتخابات زیاد جالب نبودن ولی مال اون سال دیگه به فاجعه فرجامید مال اون سال, سال، مثل که معترض اصلی حزب رقیب حزب منوچر اقبال بود چون ایشون ظاهرا در دا کل حزب ایران نوین بود و حزب مردم که حزب رقیبش بود آمد و اعتراض که گفت بیشتر حوضا تقلیم شده و بر همین ما را نیوردیم که این جریان رو به صدا کش داد و بله. اه... اون اول کاری که شما نکنم هنوز نام حزب میلیون بود آه. که بعدا اینجوری ایران دوید شد حالا برحال اون یکی مردم بودن بله. ما هم که مال اون دوران نیستیم که همش بسی پیش از زای شما همش رخ داده حال اه... اون حزب دوم حالا که در حقیقت علم تو اونجا خدمت میکرد اگه شما نکنم این که زیادی گلایه کرد ولی من با اون کاری ندارم میگه یه چیزی به ساده مثل یه انتخاباتی که به سپردن که آقا حالا میخوای یه خورده کنترل هم بکنی چون ما در کشور هنوز دم، دموکراسی کامل رو نمیتونیم تحمل کنیم یا هرچی هست یا مشکل داریم یا قوممون هنوز عصبی انتخابات عجیب قریب میکنه این دیگه یه جوری دیگه خاص توش بمالونه و چپو کنه که دیگه نه به حال به قول تو میگی بعدن گلایه از اون طرف بسیار اومد و شاه عذرشو خواست یعنی روی آدم خیلی حساب کرده بود شاه قبلش عذرشو خواست نفر بعدی شریف باطل شد نه شاه از، از،, از 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 برگزیدگان در مجلس نمایندگان خواهش کرد که خودشون مندهتشون رو پس بدن استفاده تمام بله بله بعد شریف مامی رو آوردن در حقیقت آدم میبینه که بعد از 28 مرداد شاه کوشش میکنه که یک تا یک فن سالارانی رو بیاره که مدل حالتشون یه حالت چموش نداره <applause> کمش در ترس از کودتا و درگیری و نمیدونم چپو کردن کامل اینا به سر نبره که بخوان قدرت رو بگیرن اون اقبال که دیگه زیادی اون بر اقراق کرد به اون داستان چاکریش شریف مامی رو وردن که اون اهلین چاکر بازی های دیگه یه خود عجب و غریب نبود ولی ایده بکریم نداشت من بار پیش گفتم روی این مسئله من تکیه دارم <applause> یه تکنوکراتی بود از زمان رضا رفته بود آلمان تحصیلات در زمین راهن و اینا بعدا در اون زمین خدمت کرد و تو اداراتی هم که بود معمولا کارشو جورای درست و کارآمد انجام داده بودی نظمم تو آلمان تو یاد داده بودن بهش و اومد بالا و کوشش میکرد توی محافلی که به قدرت دستی دارن حالا هرچی میخوان باشن من جمله مثلا فراماسونری <applause> اونجا هم دستی داشته باشه اینو داشته باشه اونو داشته باشه همه جا باشه و شما ازش نمیترسید آدم چموش و به همزنی هم نبود فقط اندیشمند بزرگی هم نبود ایده هم نداشت ایده هم نداشت به حال ایشون هم یه مدت کوتاهی بود کمتر از یک سال بود نه مدت ده ماه بود بعد که امینی اومد در موردش صحبت کردیم که امینی برخلاف شریف پر از ایده بود و ارتباطات پای یک هم با امریکایی ها داشت یعنی برخلاف اون قدیمی ها این یکی برای خودش اصلا یه برنامه تو ذهنش داشت <applause> که کجا میخوایم بریم چی کار میخوایم بکنیم این رفرما رو میخوایم از کجا آغاز کنیم بهین سازی ها رو چی کار کنیم چیکار نکنیم این درست به اندازه شاه ایده تو سرش داشت چون شاه هم کلی ایده تو ذهنش از اول بود که چجوری میخوایم این کشور رفرم کنیم yes. اینم هم به همین حالت و تو دیدارای با شاه هم از ایدهای خودش دفاع میکرد یعنی حالا اقبال که چاکر بود که اصلا هیچی نمیگفت میگفتش که ما اصلا اومدیم که فقط منویات علا رو انجام بدیم شریف بامی یه سیستم چلو چیز بود سنتی بود که کاری به کار کسی نداشت فقط اونجا مقامش رو داشت و مقام بازیش رو میکرد و پولا رو جمع میکرد و اینا که هم به کسی مستد نمیزد شریف مامی مثلا به هر طرف فقط همین کوشش در مردمداری مدل خاورزمینی داشت مثلا خودش با اینکه از مصدق خوشش نمی اومد با مخالفت داشت میگفتش که سیاستش از اول درست نیست ولی وقتی که مصدق پس از 28 مرداد مدتی پنهان بود خانوم شریف مامی با جاپ ملی هماندیشتر بود بعد با شریف مامی تماس گرفتن که بیا شرایط رو تنظیم کن که آقای مصدق خوش تحویل چیز بده مراتب بده یعنی آدمی بود که آخر سر همه بهش اطمینان میکردن چون تو رفتار شده آرامی بود شریف مامی. فقط ارز کردم ایده بکری نداشت و اینا و خوردم این اهل جمع کردن پولم بود و اون پنج درصدی که میگن از همینجا میستوند خیلی همش هم نادرست نیست اون چیزی که میگن برخیاش شور درست امینی برخلاف این اینا که اومدن رفتن این نه جوکر بود نه میانوند بود نه هیچ این اومده بود از خودش که خودش سرآغاز کارا باشه باید. البته اقبالم قرار بود همین فکر رو براش شاه کرده بود که ولی او اون کار نبود ام امینی کلی ایده داشت و با شاه هم میشستن کلی با هم صحبت میکردن و چیکار کنیم و چیکار نکنیم از این حرفا این نمایرم که من اینجا برداشتم که رفتن از مثلا مراتب شهرستانی مثلا نگاه کنن که وضع چطوره چطور نیست اینا واقعا اصیله یعنی هر جفتشون بی اندازه به پیشرفت ایران علاقمند بودن شیمیشون با همدیگه نمیخوند شاه و امینی شاه و امینی و شاه که یه حساسیتی پیدا کرده بود به نخست وزیرای قوی یا مستقل از زمان مصدق به خاطر حالت به نظر من باید این واژه رو به کار ببرم نابابی که مصدق داشت جادم وقتی میخواد مستقل باشه لازم ادم دیگه همه چی رو به مالونه به هم دعوا را بندازه میتونه آدم مدل امینی هم آدم باشه از نخ... سخن خودش کاملا دفاع کنه لازم نیست دیگه همه چی رو ب... بریزه به هم اه... و این این حساسیت پیدا کرده بود شاه به نخست وزیرای قوی که از خودشون نظر دارن و اندیشه دارن حساسیت پیدا کرد و خود این یه بخش از اون فاجعه شد بدن در ادامه سالها چون تو وقتی اونایی رو که قوی هستن و دارای اندیشه هستن ازشون میترسی و دور میکنی دیگه فقط اون چلو که آبیا میمونن دیگه و اونا تا چند اندازه به دردت میخورن اون روزی که طوفان در گرفت اون دیگه جای خودشه دیگه دیدی که وقتی طوفان در گرفت رفت اون چلو که یک شریف عمر رو برد. دارست. که که نمیتونست جلو اون جلوی طوفان بگیر نبود حالا بگذاریم حالا به حال با امینی آبشون توی جوب نرفت و امینی هم با احترام رفت کنار یعنی خیلی خیلی ناراحت بود از این مطلب که هنوز پروسه انجام نشده رفت کنار ولی کنار این آب در جوب نرفتن یه دلیل دیگری هم داشت شاه میخواستش که این اصلاحات عرضی و انقلاب, سفید رو برابر کردن با حقوق زنان و این همه تو اون بسته بزرگ انجام بده از اصلاحات ارزی گرفته تا حق رای زنان نمیدونم سوگند به کتاب مقدس به جای به قرآن ها. این پکیج بزرگ رو میخواست انجام بده و امینی با اون شیوه فرنگی که داشت بر این باور بود که ما انقدر باید با عموم قوم و با امنای مذهبی صحبت کنیم تا اونا رو به یه جایی برسونیم که هسته پشتیبانیش باشه و بعد رو اون تکه کنیم بریم جلو شاه بر این باور بود که اگه با این روش بخوای تو کشور ما جلو بریم ممکنه دویست سال باید با اینا صحبت کنیم چون نمیخوان از یه حدی به اون طرف رفرم کنن ده. و این, این مطلب هم بود این مطلبم بود که شاه بر این باور بود که مگه دوست خودم علم و بیارم و علم یه آدم پهلوانمنش جنگجوی بود رو میتونم تکیه کنم به عنوان نخست وزیر روزگار خطر و این این گشایش رو ما بکنیم امینی این درگیریایی ما نداشت اون میگفتش که تا موقعی که بدنی روحانیت و بدنی مهتران قوم و متقاعد نکردی که این کارا باید انجام بشه نمیتونی این گامون بری و وقتی هم رفتی باید اون پشتیبانی نسبی که تو اون لحظه پید اومده خود اون تو رو ساپورت کنه پشتیبانی کنه اگه با اون لایه هایی که باقی موندن میخوای درگیری بشی و اگر لایه هایی که مثل که با مصدق نسبت فامیلی نزدیک هم داشتن این همشون بخش بزرگشون با هم دیگه در ارتباط بودن ولی به خاطر اون ارتباطات خانوادگی تصمیم گیری ام، امیری تصمیم گیری نمی کرد. بخواد ارتباط نداشت ببین امینی یکی از کارهای مثبتی که انجام داد این بود که با شاه صحبت کرد که خبر زمینه که اثر نمیکنه که این منظورم که کاری که می‌خواستم بکنه که بذار بخش بزرگی از همین جبهه ملی رو آدم بیاره دوباره تو فرایند کار سیاسی دخیل کنه آدم قدرتم توضیح کنه پیششون فقط بهشون بفهمونید که این بار دیگه از اون کارهای عجب و غریب نباید بکنید بلکه کارا باید منطقی باشه آرامتر باشه او اونا نیومدن اونا به هیچ وجه تندر ندادن این بیچارهم واقعا دست و پا زد که هر کی رو گیرش میاد آخر تو اون کابینه بیاره و استام کنه ولی به جز یکی دو نفر افراد کناری کسی نیومد کسی نیمد. و امینی خودش هم این مسئولیت رو به گردنش گرفتش که تو اون قرار دادی که بستن با کنسرسیوم امینی پیج اینجوری باشه که یک قراردادی بود که یه تعادلی داشتش که فرنگی ها میتوسن راحت باش زندگی کنن یعنی با اینکه خودش یه اندیشه های مستقل یا استقلال گرایانه یا نزدیک به چپ ملی هم شاید ته دلش داشت ولی برخلاف اونا بر این باور بود که آدم باید یه سیاست انجام پذیر رو جلو ببره درست. بنابراین وقتی که اونا گفتن که آقا پنجا پنجا اوکی ولی قرامت ها رو اینقدر با حساب میکنیم که افکتیو در عمل 25 درصد گیرتون میاد درست. و امینی اومد به شما مطرح کرد که خب چه میشاید کرد البته این همه زمان زاهدی بوده اون موقع هنوز نخواست وزیر نبود اومد به شاه تعریف کرد که چه میشاید کرد این همین 25 درصد یه افزایش خیلی خیلی بالایی نسبت به قبل و در ولی خب اون 50 درصد که دیگه رسما در الان صحنه با هست ولی خب اون قرامت را ما باید به اینا بدیم ما،, ما نمیتونیم بدون قرامت اینجا کار کنیم ام. چون بالاخره تاسیسات حالا درسته که الان ما دارن یه خورده گرانتر از اونی حساب میکنن که اگر درگیری های زمان آخر مصدق نشده بود یعنی yes. به وسیله اون موقع پایگاه ایران توی اه، اه، توی مذاکرات حتی خود ضعیف شد چون اونام دیگه عصبی شده بودن که چرا مصدق هرچی میگه نه میگن و پسشون میزنه no. ولی به حال امینی بر این باور بود که اینو فعلا باید گرفت و بریم سراغ اصلاحات بریم سراغ اصلاحات تو این زمینه شاه باش تا دست موافق بود موافق بود ولی امینی کنار گذاشته شد علم اومد به عنوان نخست وزیر روزگار جنگ حالا اینجا جنگ های درونی در حقیقت که انقلاب سفید انجام بشه و علم هم به بهترین وجه این کار رو انجام داد یعنی در مقایسه با اون خاورزمینی های چلو که تمام مدت از سایهشون میترسن از سایه خودشون هم میترسن این واقعا بچه ملاک اساسی از آب اومد که بودش هم ملاک ها ملاک ها قدیما استاندار ها و, و جنگ های ایران بودن دیگه درست. ولی خب این ملاک که ما دیدیم از زمان آخر قاجا به این و این همشون چلوک آبی بودن بچه هاشون همشون تو, تو اروپا دارد گشته بودن این یکی از همون قدیمی ها بود و اهل اه... جنگ بود و اینم با شاه بر این باور بود که نه نه حرفات درسته این این صد رو باید بشکنیم بریم جلو اگه درگیری هم شد همش با من اصلا اگه خراب شد بگی خود منو اعدام کنید داستانش معروفه بگی منو محاکمه کنید هر چی میخواید به من بچسبید اعدام کنید ولی من به شما قول میدم که نمیشه این اتفاق نمیفته چون عموم قوم میخوان که الان فعلا این تغییرات انجام بشه اصلاحات ارزی هر حالا من در مورد خود محتوای اصلاحات از من نمیخوام صحبت کنم خیلی آسان که مثلا میگن که آقا اصلا خود اصلاحات ارزی درست نبود برای اینکه ملاکا رو در حقیقت بیکار کرد بعد کشاورزا رو بهشون قطعات زمینی کوچیک داد که نگهدارند. نگه دارن، بعد بعد می شهر فلان بیسار شاید بهتر بود که آدم شبیه قرن 18 هم اروپا جلو بره به جای اینکه ملاکا زمینا رو ازشون بگیره بیاد فقط حقوق بیشتر به رعیت بده رعیت و مدرسه بفرسته مثلا کارهایی بود که مثلا تو قرن 18 هم تو آلمان انجام شد okay. مثلا با خود فردی که کبیر وقتی در مورد اصلاحات ارضی صحبت کردن گفت اصلاحات ارضی نمیشه مالکیت مقدسه okay. ما اگه یه بار ملک از یه کسی بگیریم و مصادره کنیم مثلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمونه تو این کشور چون هیچ که دیگه امنیت مالی نداره yes. مصادره به هیچ وجه نباید انجام بشه ولی ما حقوق چیزو میبریم بالا حقوق روحی و انسانی رعایا رو انقدر میبریم بالا تا اونا خودشون اعتماد به نفس پیدا کنند و بعد یه سری قوانین میذاریم که اونا محل سکونت خودشون و خودشون انتخاب میکنند و دیگه زیر قیومیت مالک نیستن نه. یه سری رفرما رو میکنیم به خودش میسپاریم خیلی هم میگن می که خب اصلا شاید تو ایران هم اگه اینجوری میشد بهتر بود تا این اصلاحات از من وارد این سلسله نمیخوام بشم میشه در صحبت کرد شاید حتی آخر گمان کنه که مثلا بدون اصلاحات ارزی بهتر بود با اون شیوه دیگه ولی خود کسایی که تو داستان نگاه کرده بودن میخواست خیلی از رای زنهای دورور شاه حالا اونجا نام ارسنجانی معمولا برمیاد ولی خیلی در این مورد اندیشته بودن اونا بر این باور بودن که با اون حالت استبداد خاورزمینی اسلامی که تو خیلی از این ملاک ها بود و وضعیت بدی که رو آیا داشتن مهم. یه بار اینا رو سرکوفت زدن و اون زمین رو ازشون گرفتن و رعایه رو ناگهان آزاد کردن به این حالت اشتباه هم نیست ولی ما بگم ما خیلی تو مناطق هم توی ایران داشتیم که رابطه میون رعیت و مالک نسبتا خوب بود تو خیلی از بخشا پر از خشونت و تحکم و اینا بود از توی مالک, مالک تو خیلی از بخشا مثلا خیلی مناطق مرکزی دوباره اسفانه، رابطه خیلی خوبی با هم داشتن من وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که آقا این اصلاحات ارزی آخر درست بود نه مهم اینه که این کار وقتی انجام شد خب یک یک جامعه یه جورایی باز شد ناگهانی باز شد و این کارا انجام شد رفرم های بزرگی بود حالا نکته که این وسط هست چون دوباره به امروز ادامه داره من یه خورده باید بهش بپردازم اینه که اون چه ملی که بعد از 28 مرداد قرار کرده بود رفته بود دو مال داستان کربلا و حسین اونا کارشون تمام مدت فقط تحقیر و مسخره کردن تمام این رویدادها بود شاید. یعنی باز بازماندگان ملی کتاب امروز هستن مثلا تو تلویزیون هم برنامه دارن حالا من یکیشون رو نام میبرم که دوستان اگه بخوان نگاه کنن چون خیلی خیلی میتونن یاد بگیرن در مورد شیوه اندیشه <applause> مثلا ای ایرانی شریفی به نام آقای شاهین پر که توی کانال ایران فردا برنامه شو میذاره در مورد تاریخ و تا قبل از اینم که به زمان پهلوی برسه برنامه ها نسبتا متعادل و منطقی بود اولا یه مشکلاتی هم برنامه داره اون ایران کلاسیک رو نمیفهمه ایران پیش از اسلام اصلا مطالعه نداره مهم. ولی اون چیزی رو که از صفوی به این ور انجام داده بود کوشش کرده بود که با جزئیات زیاد بگه که بعد وسط رو بگیره اینا خوب بود بد نبود به دوران پهلوی که رسید اصلا یو زیرو رو شد مهم. تمام تعادلش رو برنامه از دست داد کاملا یک سویه شد ولی خب یه خوبی داستان داره مثلا اصلا این هدفم اینجا انتقاد از ایشون نیست این هم رفته زحمت کشته برنامه رو درست کرده خیلی هم عالیه ولی اونایی که جوان هستن میتونن از وجود ایشون یه استفاده خیلی خیلی بزرگی بکنن و اونم اینه که اگه برنامه های ایشون رو نگاه کنن اونایی که مثلا از پهلوی به این وره یا بویژه اونایی که مورد زمان روانشاد مصدقه بعد 28 مرداد به این متوجه اون زبان تلخ و دائم تحقیر کننده میشن <applause> یعنی اینکه امینی یو تبدیل میشه نمیدونم به دلغک علم یو تبدیل میشه به نمیدونم نوکر آمریکایا و این الفاظ هم همینجوری میان پشت هم <applause> و این،, این خیلی جالبه یعنی اون با اینکه خودش آدم آرامیه و مبادی آدابه ولی اون تلخ زبانی و اون 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 عصبیت و اون لحظه آدم خیلی عالی میبینه ایشون یه شاهد زنده است در حقیقت واسه اینکه خودش برنامه خودش رو طبیعی اجرا کنید که منظور بعدی که نداره درسته. و شما وقتی اختبار آدم جوون برنامه شون رو ببینی متوجه میشی که چرا هیچ شانسی برای موفقیت تو ایران نبود یعنی اون, اون زبان تلخو که داره همه رو فقط مسخره میکنه داره فقط همه رو داره فقط مسخره میکنه تمام دستاویدار فقط داره مسخره میکنه این خیلی جالبه کردم اینو آدم بالا آدم که تو فرنگ بزرگ شده این حالت روحی رو آدم اصلا نمیفهمه چون فرنگی رو مثلا مثل من ورده میذاشتی اونجا خب این نگاه میکرد میگفت حالا ایدئالم نیست اینا این کار به این 28 مرداد کشوندن اینجوری شده اونجوری شده هر دو طرف هم ولی منو آوردن اینجا خب من باید کوشش کنم که اینجا سرطه مملکت سر هم بمونه کمونیست فعلا سر کار نیان ما سر انجام بدیم بعدم که از یه حدی گذشت به شاه فشار بیاریم که مثلا سیستم رو باز کنیم مثلا ده سال 15 سال دیگه <applause> یو فرنگی رو میبردی همش تو فکر چیز بود یه کاری منطقی بود که چیکار میشه کرد <applause> ولی شما وقتی به برنامه های این دوستان ایرانی نگاه میکنی اونایی که سنشون بالاتر از اون زمان ها موندن فقط تلخ زبانی و تحقیر میبینی یا تو این مسیر یا تو اون مسیر <applause> اگه هوادار روانشاد مصدق داشت بوده باشه تمام کارهایی رو که بعدش انجام شده که کارهای درخشانی بود تو مجموعش مم. خیلی بزرگتر از اون چیزی که اگه مصدقی ها برنده شده بودن میتونن انجام بدن همه رو به مسخره و تحقیر میگیرن این ورمه که خدایی نکرده یک کسی هوادار شاه و دربار بوده باشه تمام مدت دیگه کارش فقط تحقیر و مسخره اون که مال جپه ملیه اصلا جان... اصولا اون توسعه اقتصادی و صنعتی کلا در ایران که انجام شد مربوط به همون از عواسط دهه سی تا عواسط دهه پنجه است یعنی اون 20 سال که اتفاقا مرتب مورد حمله و تحقیل این دوستان قرار میگیره همون بخشی است که مرتب به عنوان دستاورت های ایران در پیش از انقلاب داشت یاد میشه نمیدونم مسئله ای ایجاد رفاه مسئله توسعه کشور درست کردن زیر ساختا. نمیدونم گسترش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد فرودگاه ها ایجاد دانشگاه های بیشتر نمیدونم خیلی خیلی همین همه رو کنار هم میگذاری نوسازی ارتش اینا مال زمان دهه 20 یا اوایل دهه 30 نیست اینا اتفاقا همون 20 سالی که ندارم دارن به تحقیق یاد میکنن من فکر نمی کنم اینو میتونم با جرئت بگم که تو دهه 20 که کشور تو بحران بود و اوایل دهه 30 که آخرش منجر شد به 28 مرداد اصولا خش روی خش در ایران قرار گرفته باشه هر آنچه که در اون کشور در جهت آباد انجام شده معمول به اون 20 سال پس از اونه که از حدود مثلا اواخر یا اواسط دهه تا هنگام انقلاب که یه ثبات سیاسی وجود داره و بخشی از برنامه های توسعه و در ذهن شاه رو میتونن به جامعه عمل بپوشونن میزان ثروت بالا میره رفاه افزایش پیدا میکنه تو دهه هفتاد میلادی 6 سال پشت سر هم نرخ رشد ایران نرخ دو رقمی سالا بعد میگم به قیمت نفت بوده خب قیمت نفت هم چی بالا بود همین سیاست ها باعث شد که بتونن اوپک رو منسجم کنن و با رهبری ایران به افزایش قیمت نفت اونم نه 20 درصد و 30 درصد یک افزایش فوق العاده از حدود 1.5 دلار تا 24 دلار ظرف 4 5 سال این حدود حالا اگه که مثلا خود روان شد مصدق الان اینجا بود خب اون شروع میکرد سیاست های خودش دفاع کردن او گفت مثلا فرمایش شما دوتا درست نیست من میخواستم که اونجا اول ما استقلال کامل به دست بیاریم نفت و کاملا ملی کنیم بعد دیگه با درآمدی که دستمون میومد بعد دیگه میتوستیم هر پیمانکاری تو هر میزانی که میخوایم بیاریم از این حرفا و بعد ولی پاسخ من به ایشون این می بود که توی کشوری که جا جامعه مذهبی اسلامی قرن وسطایی اینا اونجا ریشه داره و وضعیت عصبی و اصلا افراد منطقی نیستن و این قدرت ملاکام مل هست که در مجلس ناشکسته است و همینجوری برجا هست این خیلی جای شک داره که اصلا به شما بعدا زمان این فرصت رو بده که این کار رو میخوای تو آرامش انجام بدی مم. کسی این مخالفت رو نداره که اگه زورت برسه بکنیم ولی با همین همینی که میگی که ما اول استقلال کامل ایجاد کنیم با اون همه که توازن قوا در تمام جهان رو میریزه و همچون چون ب... گفتم که مثلا آمریکا مثلا خودشون هم قرارداد نفت داشتن با مکزیک با عربستان این و اون بر اینا اگه مثلا اینو کاملا ملی میکردن مال اونا هم میریخ به هم یعنی یه توی تغییرات بزرگ در سطح جهان میخواستی کار که انجام بدی ولو اینکه هنوز کارهای خودت حل نکردی و بعدم اگه اون دموکراسی مدلی که ایشون دوست داشت میومد من گمان میکنم چیزی شبیه پاکستان میشد که چند بار اینو عرض کردم که افراد در اون ملاک ها در اون مجلس میشستن هیچ منظور بدی هم نداشتن و همین مسائل رو تصویب میکردن که به امور خودشون مربوطه و با امنای مذهبی هم در تماس بودن و داستان با سرعت حل میرفت جلو و ایران هنوز از پاکستان جلوتر نبود هیچ منظور بدی هم نداشتن. کاری فقط انجام نمیشد داستان پیچیده از فقط من بگم دشواری فقط از طرف جبهه ملی نیست گمان نکنه کسی که این وریا از اونها یک میل بهترن یک میلی متر یعنی این عصبیتی که در خاور زمینی هست که همدیگر هی دائم مسخره میکنه و تحقیر میکنه همینی یعنی که آخر سر امام راهل سرکار. سر کار اینا, اینا نمیتونن با همدیگه همدیگه تحمل کنن تو حد عادی و معدبانه و در نظر گرفتن اینکه شاید تمام حقیقتم هم نزد من نیست شاید اون پیشنهادی که اونی که داره میکنه کارآمدتر باشه حالا خنده اینه که آماج یکیه یعنی چه اون وریا و چه این وریا آخر میخواستن این کشور بسازن و به یه درجه ای از استحکام درنی برسونن که از درون استحکام مستقل بشه ولی چه به, چه به حالتی همدیگر رو دریدن که هیچی باقی نموند این خیلی جالب این روح خاور واقعا یه پیده علمی خیلی جالبه که برای افراد اروپا شمالی غیر قابل درکه که اصلا تو مغز اینا چی میگذره حالا ما توی برنامه های آینده علم و اتفاقات الان مربوطه به آی خومیدی رو من یه خود الان بیشتر تعریف میکنم توی برنامه آینده ما بعدا آقای منصور دوره نسبتاً کوتاه منصور رو میگذاریم می و دوره دراز هویدار رو که کارهای عمرانی بخش بزرگش اینجا کامیاب شد و بعد, بعد از اون موقع یکی دوتا نشست داریم که آماده سازی برآمدن انقلابه که چجوری اون درگیری های ماهای آخر هی بالا گرفت و کسایی که میخواستن جلوشو بگیرن آین کار رو بلد نبودن یعنی اصلا, اصلا هیچ آگاهی از بدنی جامعه خودشون نداشتن هیچ کدوم هیچ کدوم هیچ کدوم این هم یکی از عجایب اسلامه که چرا این مهتران خاورزمینی قوم خودشون رو نمیشناسند؟ اینم برای بله من یه عمری همیشه بیپاسخ خواهد بود انگار که یارو اونجا بزرگ نشده حالا با عالم این مسئله انقلاب سفید موفق شد و وقتی که اسلامیون براش و خوبم سازماندهی کرده بودن تو شهرهای گوناگون براش و به هم ریختند و در حقیقت یه مدل کوچیک اون چی که اون که بعدن تو پنجا هفت انجام شد همین جا داشت انجام میشد و موفق میشد اگه با جدیت جلوش گرفته نمیشد که علم این کار انجام داد اون, هنگام البته شاه بیمار نبود و امریکایی هم از پشت گفته بودن که ببین این رفرما رو بکنید و اگه درگیری هم شد حلش کنید چون اگه این رو نکنید ما فقط یه نگرانی داریم که اونجا کمونیست بشه اه. ما نمیدونم مشکل اون آقای خمینی و نمیدونم مذهبیاتون چی میگن و نمیدونم پایین شهری ها بالا شهری های بازاری اینا ما نمیدونم نیست ما الان تو واشنگتن فقط یه نگرانی داریم که شما اونجا بس که تو تاریخ خفتید و عقب ماندید و فقیر شدید اونجا یک بمب انفجاری به نام انقلاب کمونیستی داره قلقل میکنه و اجاتون تکون بخورید آقا یه خورده گشایش اجتماعی بکنید و مردم بهتر کنید چه اینجوری میکنید ما فقط این نگرانی رو داریم من این خب قوت قلبم داده بود به <تصفح> علم و شاه که پس اگه درگیری هم شد و ما دوچار دو درگیری های درونی در کشور شدیم هم دست کم از خارج کسی به جونمون نمیفته بلکه کشور فرنگی هم میگن برو جلو درستش کن رفرم کن رفرم رو انجام بده <applause> ام خب این فرق میکرد ولی در مورد این که کار نسبتا خوب انجام شد رو احتمالا همون 90 درصد کار رو باید گردن علم دانست خودشا اون جایی که شنید که کار به درگیر رسیده ترس کاملا فرا گرفته بودش و خودش دودل شده بود اینا ام آیا به عالم آدم های قوی دیگری هم اونجا بودن که میتونستن این کار رو بکنن این هم دوباره یه تراژدی این خاور زمینه حد اکثر از مهترانی که دور شاه بودن که میتونستشون تکیه کنه یکی یکی از بیستا اینجوری بود نوزده تای دیگه به شدت میترسیدن از کوچکترین درگیری با امنای مذهبی یعنی همشون ها همشون حتی یه آدم مثلا وفادار و جا افتاده یه مثل علا اینا همشون تکی کلامشون این بود که آقا با اومنای مذهبی درگیر نشو آخر عاقبت به خیر نمیشه از این اندرزهای خاورزمینی مادر بزرگی هست که خاور ها به دیگه میدن و بعد از هزار سال هم میبینن در جا میزنن آقا اجان کن نخواه بر تو صلاح نیست از این اندرزها فقط همش همین بود که آقا با این اسلامیون تو نباید درگیر بشی اصلا این کارا دوتون خب 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 اگه نشی که اینجا پاکستان نیمونه که اون موقع بس. و تعداد آدمایی که میخواست درگیر بشه اگه کسی بگه تو مهتران میگم و بقیه جامعه نمیگم یک اگه کسی ادعا کنی بیشتر از یکی در تا بود آدم نفهمیه مم. نبود من نظرها رو خوندم همه داشتن مثل بیت به خودشون میلرزیدن داره که از الان خاطرات علم رو آدم میخونه میبینه که حالا گاه گاهی یه وقت صحبت میشه درباره اخون در مورد نفوذ مذهبی و اینا خب داره خاطرات چی میشه برای بعدنه یعنی اونجا دیگه مثلا کاملا مشخصه که نه تنها برای اینا هیچ احترام قائل نیست بسیار بدبینه به اینا و مرتب در سخنانی که به شاه میگه یه حالتی میگه که اینا رو باید فلک کرد اینا رو باید زد پس گردنشون و اگه یک گام به پیش به پس بریم دو گام میان جلو و خیلی خیلی موثر در فکر میکنم ساختن ذهن شاه بر علیه روحانیت به طور کل چنان میشه که فکر میکنم جز آیت الله بروجردی هیچ روحانی دیگری حتی مثلا یه پیام دوستانه از شاه دریافت نمیکرده یعنی میگفت این آدم نسبتا فهمیده شده که بزرگترشون هم از بغضشون که آدم نیستن بله. برو جدی یه داستان کامپلکسی داره خیلی هم ممکنه همین پرشار رو بکنن که آی اصلا چی شد که اینا اصلاحات ارزی کردن نمیدونم برو جدی چه مدل آدمی بود آیا مثلا یه رو، روحانی روشن فکر بود یا نمیدونم برو جدی مال اون گروه کلاسیکی بود که بر این باور بودن که مهتران آین شیعه نباید تو کارهای سیاسی دست یازن تا بازگشت آقا محلی. بله <applause> و اینو توی زبان فنی تاریخ دینشناسی بهش میگن کویتیزم توی فرنگ <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینکه ما کویتوس به لاتین آرام میمونیم بی صدا میمونیم تا آقا بیاد و خودش داد دادگری رو برپا کنه ای با... ام 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 خب این برای آین شیعه خودش یه مزیتی بود از اون نمیخوام بگم جور پروتستانتیزم درست میکرد ولی دست کم دست قوه دنیوی رو باز میذاشش که راحتر یه رفرمایی بکنه تا موقع که این افراد بودن ولی خب این زمانتی نبود چون اونجا یه درصد کمتری بودن که آقای خمینی از اون گروه بود که گفتن نه به هیچ وجه نباید منتظر مون تا کسی برگرده بلکه همین الان باید این قوت قدرت رو به دست گیره و این کفار رو از بین برد ولی خب حالا بروجردی چون اون زمان مهتر بود این داستان آسانتر میکرد برای اینها ولی اینطور هم نبود که همه میتونستن این کار را انجام بدن علم تو این زمینه به نظر من با نمره 20 یا دیگه 19 کار انجام داد هر پس از اینکه کارا تموم شد و این قیام مسلمون آرام گرفت شام میدونستش که خود علم هم که دوباره از اون نسل قدما است و نه از اون تحصیل کرده های مدرن نوین ایشون هم حالا با همه وفاداریش و اینا کارآمدیش اینو باید بره کنار که ها بیان که اون کاریو که با اقبال نگرفته بود حالا میخواست این بار با منصور استارت بزنه با. که من گمان کنم ما کم کم داریم به پایان زمان نزدیک میشیم چقدر زمان مونده دو دقیقه شده دو دقیقه پس ما بعدا دور آینده رو که توش نسل جوانای تحصیل کرده در آمریکا یا کلا در فرنگ حالا میخواد نمیدونم منصور باشه میخواد آلیخانی خانی باشه میخواد آموزگار باشه میخواد هویدا باشه که نسلی هم که با هم اومدن آه. و شما میخواد رو با این با سکوی اینا حرکت کنه و همه اون کارا و رفورمای رو انجام بده که تا اون زمان شدنی نبود <applause> اون رو بار بعد بهش میپردازیم که امیدوارم بتونیم از منصور و هویدا یک جا بگذاریم و اون توالی بزرگ کارهایی رو که انجام شد بشکافیم و مشکلاتی هم که برای خود شاه بیشتر پدید اومد که بیشتر و بیشتر حالا تکرای شد وقتی که زمان رفت جلوتر و کلا چه اتفاقاتی افتاد تا اینکه کم کم دیگه زمان اون رسیدن آقا اون موقع فرا برسه چون بعدا میاد حالا در مورد منصور که نخست وزیره اون سال هاست پیش از هویدا و بعدم فدایان اسلام ترورش میکنن همچنان که حسین علا رو هم ترور کردن که حتی علا خوشبختانه نمود ولی منصور درگذشت در این ترور جالبه بدونن همین الان که منصور پسر علی منصوره که یک مختهی در دور رزاشاه نخست وزیر شد یعنی پدر در دوره رضا شاه مدت نخست وزیر بود و فرزند در دوره محمد رضا یا باز جالبه بدونید که آقای متین دفتری احمد متین دفتری که اواخر دوره رضا شا در هنگام جنگ مدت نخست وزیر ایران شد و معروف هم بود گرایش هم به آلمان داشت در هنگام جنگ او هم اگر اشتباه نکنم متین دفتری فکر میکنم که شوهر خواهر مصدق بود که بعدا در دوره محمد رضا شا خود مصدق خود شد. به هر حال یه فامیلیتی برخی بین برخی, برخی از این رجال سیاسی که نخست شدن در ایران بود ولی خب دیگه تقریبا میشه گفت یا خود منصور و هویدا البته فامیل نسبی با هم نبودن ولی هر دو ازدواجی که کرده بودن اونها رو با هم باجناخ کرده بود یعنی منصور با نخست پس از خودش یعنی هویدا ولی به حال ازدواج یعنی فامیل فامیل سببی بود اینا نکاتی بود که گفتم که در این مورد چیز دیگه هم به ذهن شما تو این موارد ببین جزئیاتی بخوایم بگیم ساعت ها میشه گفت من مخصوصا هر گونه جزیات قلم میگیرم بلکه فقط به اون نکات برجسته می کنم که بیننده فقط علاقمند بشن به اون کل فرایند رویداد و بعد خودشون برن جزئیات مطالعه کنن بسیار ر, ر, روایت کردن دوری کنیم بیشتر بلده. به تحلیل بپردازیم بله بله بسیار خوب اگر از اشتراک اینو خارج کنیم شرم ما از بلده. همیهنانی که مهر کردن و به سایت ما تارنمای ما ایرانیان رنسانس دات کام رفتن و در اونجا همیاری مالی کردن بسیار سپاس بس گذاریم بس 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 برای اینکه بتوانیم هزینه های عقب افتاده پرداخت ماهواره رو به تلویزیون پارس به اصطلاح بکنیم فراهم کنیم خیلی خیلی ممنون میشم دوستانی که گاهگاهی گاهی این کارو میکنن و این محبت رو انجام میدن باز هم ما رو در ها نگذارن لطف کنم به iranianrenaissance.com برن در بخش همیاری یا دونیشن وقتی کلیک میکنن میتونن با پیپل یا کارت اعتباری هر گونه همیاری هم هر مقداری که بخوان رو انجام بدن پیشا پیش از اینکه میگذارید که کار جلو بره و برنامه برقرار باشه از همه شما بسیار سپاس بذارید چرا میان سخن دیگر؟ نه با سپاس و بدرود بدرود تا فرصت دیگر